بخش اودیو هم شما میتونید وارد بشید. قبل از اینکه وارد تایملاین بشید، ولوم اون در واقع مستر ولومتون رو تنظیم بکنید، ولومتون رو بالا یا پایین بکنید، اگر مثلا صدای ویدیوتون کمه زیادش بکنید، که البته مهندسین صدا توصیه نمیکنن ولوم رو بالا ببرید، توصیه میکنن که لیمیتر استفاده بکنید، ولی اگر وارد بشید بخش در واقع مهندسی صدا میتونید وارد بشید و با همین بحثای کمپرسور و لیمیتر آشنا بشید و اونجا متوجه میشید که خب با در واقع داینامیک والیوم ها یا ولوم های داینامیک میتونید خیلی صداتون رو بهتر بکنید. ولی خب حالا در سطوح نه چندان خیلی حرفه‌ای میتونید اگر صداتون خیلی پایین هستش به واسطه همین ولوم اینجا مقدار بوستش بکنید. بخش پن هستش که پن در واقع یعنی چرخیدن دیگه، که بین صدای سمت راست و چپ میتونید حالا یه توازنی رو برقرار بکنید، که اینجا میتونید میگم قبل از ورود به بخش تایملاین این کار رو بکنید. پیچ هستش، ببینید صدا میتونه محدوده پخشش تغییر بکنه. شرکت به شما خدمات میدن؟ مثلا شرکتی که نرم افزار کامپیوتری و لیتتیم رو شما سخته، یا شرکتی که اپلیکیشن سمیتونز این کار رو میکنه، یا یه صرافی که تو وبسایتش به شما بعد پول آنلاین بخش سنت، این شرکت ها همیشه بخش سنت میاد اون صدا رو محدود گذاری فشرده تری توش ایجاد میکنه، که حالا یه جلوه‌ایه که بعضی وقتا شاید دوست داشته باشید به صداتون اضافه بکنید. خیلی توصیه حداقل نمیشه که تو بخش مدیا پول این کارو بکنید، اگر خواستید انجام بدید حداقل در بخش ادیتینگ انجام بدید، یه امکانیه که گذاشته شده دیگه. این مشکل پیچ تو زمانهایی که سرعت ویدیو رو ما بالا میبریم پیش میاد و خوشبختانه نرم افزار داوینچی تو بخش ادیتینگش یه چیزی رو گذاشته که این مشکل پیچ دیگه پدید نمیاد، که من اونجا توضیح خواهم داد. فقط شما آشنا باشید دیگه چیه دیگه صدا رو مثلا از این تاثیر قوانین فرمش میتونه به این حالت عجیب غریبش در بیاره. شاید این برای همه خوشایند نباشه، اما وقتی سرعتون رو توی ولیت‌های سرد تکان بزنید، یعنی صدا رو میتونه این شکلی دستخوش تغییر کنه. بخش اکولایزر هستش که خب اصلا بحث مهندسی صدا رو ما نداریم در این مجموعه، اگه آشنا باشید میتونید استفاده بکنید و فعالش بکنید. این امکان در نرم افزار داوینچی فراهم شده که شما اکولایزرتون رو اینجا بتونید باهاش کار بکنید قبل از اینکه وارد تایملاین بشین. و در این بخش آخر هم که بخش فایل هستش، اطلاعات متادیتا کاملی رو برای شما گذاشته، که همون مثلا اگر بخواید اسمارت بین استفاده بکنید متا دیتای اینجا رو میتونید استفاده بکنید، تمام مثلا برداشت چندم بوده، شات چندم بوده، تو دوربین های حرفه‌ای، دوربین های مثلا دوربین رد اینها نوشته میشه، همه این دیتا وجود داره. مثلا من اینو وارد میکنم تو این بخش، اینا مثلا میدونید نوشته ریل صرف 12، اینا رو مینویسه، برداشت چندم اینا نوشته میشه. بعد سر صحنه یک فردی وجود داره که دستیار منشی صحنه است، که کامنت می نویسه برای ادیتوری که اونجا حضور داره، کامنت گذاری هایی می کنه که در واقع صحنه رو بازآفرینی می کنه، که آقا مثلا اینجا این دستور اومده ها، این با این مثلا تصویر ترکیب بشه، این صدا روی این صدا و این تصویر بشینه و این شکلی بشه. بخش در واقع متا دیتا هستش که شما میتونید رنگ گذاری بکنید، مثلا یک رنگی رو اختصاص بدید، این رنگ اینجا نمایش داده میشه. زمانی که تو تایملاین میدید اون چیزایی که مثلا مربوط به یه سکانس هستش یا اینها اینجا وجود داشته باشن. همه چیز رو میتونید توی این بخش فایل تنظیم بکنید، اطلاعات کامل ویدیوتون هم هستش، حتی ورژن انکودی که وجود داره L5.1 اینجا گفته شده، دکودش گفته شده، ورژنش هم اینجا گفته شده، و میتونید مثلا بزنید بعد کلیپ بعدی بیاد و اینجا همه چیز رو تنظیم بکنید. تو بخش اینسپکتر، خب یه بخش پس متا دیتا داشتیم، بخش اینسپکتر داشتیم، بخش اودیو داریم، که تو بخش اودیو شما وقتی پلی میکنید چی مانیتوری از صداتون بهتون میده، چیز خیلی خاصی نیستش. حتما اینو بزنم که فقط بخش اینسپکتر رو حذف بکنم، بخش اودیو رو نمایش بده. اینجا بخش براتون در واقع اینا رو نشون میده، بخش مانیتور این رو میتونید نگاه بکنید. چیز خیلی خاص دیگه در اینجا وجود نداره. یه بخش کپچر رو شما اینجا میبینید. این بخش کپچر شما باید یک دکلینک، یک دستگاه یا یک دستگاه کپچر در اختیار داشته باشید تا بتونه
فعال بشه. خب ما در حال حاضر اصلا بحثمون هم بحث کپچر نیست. این بخشیه که در واقع تو پریمیر، تو ادیوس، تو تمام نرم افزارها بخش کپچر وجود داره. این بخش رو در بخش در واقع کات هم باهاش سر و کار دارید. تو اینجا هم یه چیزی دارید به نام تیپ و تو بخش حتی دلیور هم با این موضوع سر و کار دارید. میبینید اینا بخشی هستن که به کپچر مربوطه، ما کاری با این نداریم. این هم چون مدیای دیگه، یک مدیایی که وارد میشه و کپچر میکنه، وارد محیط مدیا پول میکنه، که خب کپچر چیزیه که اصلا ربطی به نرم افزار داوینچی نداره، کاملا وابسته به اون کمپانی که اون کپچر رو ساخته. دفترچه اون رو باید بخونید و تنظیماتش رو اینجا اعمال بکنید. دکلینک های خود بلک ماجیک علاوه بر این که حالا کپچر هستن، به شما خروجی مستقیم SDI هم میدن که بتونید یک مانیتور جداگانه داشته باشید که تصویرتون رو ببینید و امکانات تنظیم تصویر و مانیتورینگ رو داشته باشید. خب شما الان با تمام بخش های اولیه میدیا آشنا شدید. خب ما بخشایی داریم تو بخش پلی بک و چیزای مربوط به پلی بک ها که اینها رو من در بخش تکمیلی توضیح خواهم داد. ولی الان دیگه شما میدونید مدیا چیه، مدیا پول چیه، فایلا چجوری میاد، تنظیمات چگونه انجام میشه، اصلا این بخش کپچری که مثلا ما میدیدیم نمیدونستیم چیه، چیه این بخش کلون چیه، و دیگه اینا رو باهاشون آشنا هستید. حالا من به یه بخش دیگه اشاره کردم به نام ترانسکد. شما حالا شاید براتون عجیب باشه آقا اصلا اون چی بود، مدیا منیجمنت چی بود، اصلا واردش نشید، یعنی اصلا بحث ما اینا نیست، فقط دارم میگم گیر اینا نمیخوایم الان بیافتیم. الان چیزایی که گفته شد در این جلسه رو شما باید بلد باشید که ما بتونیم بخش بعدی که کات و ادیت هست رو توضیح بدیم، در واقع بتونیم با تایملاین نرم افزار داوینچی کار بکنیم، و بعدش هم که میریم بخش تکمیلی رو میگیم که اونجا من در مورد حالا انواع پلی بکی که وجود داره و اینها توضیح میدم خدمتتون. و خب یه سری امکاناتی در این بخش وجود داره، در بخش همین مدیا پول گزینه ها و آپشن هایی وجود داره که دونه به دونه اینها رو من براتون توضیح خواهم داد، اما میگذاریم برای بخش تکمیلی که در واقع یکی دلایلی که ما خیلی در تکنوباز سعی داریم که جزئیات رو اول نگیم اینه که بحث رو خسته کننده نکنیم. یه در واقع ذهنیتی از این نرم افزار داوینچی وجود داره متاسفانه، انگار سخت ترین نرم افزار ادیت دنیاست، همه اصلا میترسن سمتش برن. ما میخواییم به شما کامل نشون بدیم نه بابا، این هم این همون نرم افزارهایی که مثل پریمیر و همه این نرم افزاری که شما باش کار کردید، یا اگر اصلا اولین نرم افزاری هم هستش که دارید شروع میکنید، واقعا چیز ساده ایه. و اگر بخوایم پریمیر هم با اون همه با جزئیات هی بشکافیم و بریزیم وسط اون اول، اون هم چیز سردرگم کننده ای میشه و ممکنه حالمون رو بد بکنه. پس ما الان وارد جزئیات نمیشیم و میریم برای جلسه بعدی که بخش کات و ادیت رو بهتون توضیح بدم و ابزاراش رو بگم. بریم تا جلسه بعدی.